شاید نسل جدید اطلاع نداشته باشند. در روزهای نهم و یازدهم فروردین سال 58 که رفراندوم برگزار میشد، مردم کرد یک پارچه به رفراندوم جمهوری اسلامی نه اینکه نبگند، اصلا رأی ندادن، بایکوتش کردند، گفتن ما این فرمت، این شیوه از رفراندوم رو قبول نداریم. یادآوری میکنم برای نسل جدید، موقعی که از صندوق رأی سه ماه بعد خواستن اعضای مجلس تدوین قانون اساسی رو انتخاب کنن، دکتر قاسملو نماینده مردم کردستان بود و این از صندوق رأی بیرون اومد، وزارت کشور اعلام کرد. جمهوری اسلامی همه این واقعیت ها رو قلب میکنه به قاسملویی که میگفت ما مبارزه برای دموکراسی ایران رو مقدم میدونیم بر تلاش برای خودمختاری کردستان. انواع انگهای جاسوسی، تجزیه طلبی، ساختن کشور مستقل رو میذارن که در صورتی که واقعا نه در اساسنامه حزب دموکرات نه در عملکرد احزاب کردستان نشانی از این نبود.